و مغلطه توضیح مرموز. توضیح مرموز، بله، یعنی شخص نتواند عرض که برای ادعایی که میکند دلائل درست عرضه بکند، متوسل میشود به توضیحات و عرض میکنم که به عرض شود که به متافیزیک و اینها توضیحات مرموز میدهد. اینها به در، اینها همش مغالطه است. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که ما بایستی مرزبندی بین اون چه دانش هست و اون چه دانش نیست معلوم کنیم، به گمراهی نمیفتیم. عرض میخوام که چه چیزی دانش هست و چه چیزی دانش نیست. و امروز میخوام خدمت شما عرض کنم که دانش اون چیزی است که در حیطه تجارب ممکن الحصول انسان واقع بشود. این دانش است، بیرون از این چیزی دانش نیست. حد است و گمان هست، خرافات هست و اینها. میگه خب پس ما چیزی را که نمیبینیم، پس اگر قبول نکنیم، پس الکترون رو هم نمیبینیم، پروتون رو هم نمیبینیم، پس چگونه قبول نکنیم؟ علی ظاهر این سوال خوبی است، اما جواب این است که درست است که ما الکترون را هرگز نخواهیم توانست که ببینیم و پروتون را نمیتوانیم ببینیم و نیوترون را نمیتوانیم ببینیم، اما وجود اینها رو در آزمایشگاه میتوانیم به اثبات برسانیم. این الکترون که از کوچکترین ذرات هست و با هیچ نمیدونم تلسکوپ عظیم و میکروسکوپ نمیدونم چند میلیون و اینها برابر نمیشود دید، اما وجودش رو آقای جی جی تامسون در این لابراتوار کاواندیش لندن به اثبات رسانید، به اثبات رسانید. دیده نمیشود ولی وجودش را آقای جی جی تامسون کشف کرد و آقای میلیکان مقدار چارج الکتریکی روی یک الکترون را محاسبه کرد. بنابراین این توجیهی برای جن و غول و عرض کنم که اینها نیست. پس اگر چیزی رو نتوانیم ما عرض کنم در آزمایشگاه این رو وجودش رو به اثبات برسانیم، از حیطه علم بیرون هست، میره و در حیطه چیز دیگری، مطالبی نظیره نمیدونم تلپاتی و خواب دیدن و اینها که اینم یک بهانه شده است، این خواب دیدن برای خرافات و اینها، اینها از حیطه علم بیرون است، اینها علم نیستن دیگر، اینها حسیات هستند، مربوط میشن به روان انسان و خیلی چیزهای پیچیده دیگر. اما اینها، یعنی علم چیزی است که شما در هر جای گیتی اون رو عرض کنم تحت قواعدی به آزمون بگذارید یک جور جواب بدهد. یعنی این چارج الکترون که آقای میلیکان حساب کرده و عرض کنم برای جایزه نوبل هم برده، شما در روسیه، در مسکو، در مکزیک، در نمیدونم قزوین، در رشت، اینها هر جا حساب کنین یک جواب میدهد. بنابراین ما این مرزبندی رو اگر معلوم کنیم در مباحث خود میدانیم در باب چه چیزی میشه. ما میتوانیم بشیم راجع به 3 ساعت و نیم راجع به جن و سمهای جن و پشم جن صحبت کنیم، بد نیست، بحث شیرین هم ممکن باشد، اما علم نیست. فشار قبر، آقا فشار قبر یعنی چی؟ آقا این چه مزخرفی است؟ فشار قبر، آقا یعنی چه فشار قبر؟ فشار معنی داره. گرز نکیر، نمیدونم خنجر کی، نمیدونم عقرب جرار در طبقه هفتم جهنم، اینها همه هر شبه که جز مهملات و لاطائلاتی است که انسان برای خودش ساخته، اینها ملموس نیستن، عینی نیستن، عرض می شود که مورد آزمایش نمیتوانن قرار بگیرن. خیام با ذهن عرض کنم تیز خود و با هوشیاری فلسفی خود میفرماید کس نامد از اون جهان که پرسم از او کهوال مسافران عالم چون شد. یعنی در حیطه تجربه ما نیست، پس علم نیست، باید شک کنیم در وجود چنین چیزی. اینا مغالطات هست.